عزیزان خوبم، وقت برنامه 10 دقیقه آخره. ببینیم 10 دقیقه آخر رو ببینیم. من یادم موقعی که جوان بودیم، 20 که چرز کنم مثلا 18-19 سالمون که بود، همیشه فکر میکردیم پدر مادرمون ما رو نمیفهمن، فکر میکردیم که هر کاری که ما میخوایم بکنیم اینا اصلا نمیدونن ما چی میخوایم، اصلا نمیتونن بفهمن که درک ما چیه. بعد که بزرگتر شدم و خودم بچه دار شدم و بچه های جوان داشتم و دیدم این بچه های من هم حتما همین فکر رو دارن میکنن، چون واقعا من نمیفهمیدم اینا چی کار دارن میکنن، درک نمیکردم کاری که اینا دارن میکنن، ولی میدیدم که خب خدا رو شکر خیلی هم موفق شدن در کاری که دارن میکنن. این به نظر میاد دقیقا همون چیزیش که این اتفاقیش که الان در جامعه ما، در کشور ما هست. شاید ماها خیلی همون متوجه نمیشیم که این جوانای ما چی میخوان. شاید بهتره که یه سری جوانترها رو وارد سیستم تصمیم گیری مملکتمون بکنیم تا ببینیم واقعا این جوانای ما چی میخوان، خواسته هاشون چیه. متاسفانه ما بدجوری به وسیله یک تناب نامرئی به گذشتمون وصل شدیم. همش تا هر اتفاقی میفته برمیگردیم یه مرتبه تاریخ 2000 و 3000 سالمون رو به رخ همدیگه میکشیم. خیلی خوبه آدم تاریخش رو بدونه، خیلی خوبه آدم آگاهی داشته باشه که چه اتفاقی براش در گذشته افتاده، ولی بایستی به جلو نگاه بکنیم. گذشته ها گذشته، بایستی ببینیم آینده چه کاری باید بکنیم. همیشه آرزوم این بود که یه فیلمی بسازم که بگم 1000 سال آینده ی ایرانه و یک سفینه ایران میره به آسمان برای کشف زندگی های جدید، به یک کره میرسه که زندگی اون کره ایران امروز ماست و این تبادل افکار بین ایران 1000 سال آینده و ایران امروز ما به این نتیجه ما رو برسونه که چه مسافتی رو طی کردیم، چه جوری طی کردیم تا رسیدیم به 1000 سال آینده ایران. دیگه الان با این شرایطی که امروز پیش اومده دیگه احتیاج به 1000 سال نداره، ممکنه 100 سال آینده ایران به کشتی فضاییش بره به آسمون. ولی چقدر بهتره که ما بیایم فکر اینو بکنیم که الان اینقدر به تناب نامرئی گذشتمون وصل نباشیم، بیایم سعی کنیم ببینیم جوانای ما برای آینده چی میخوان. این آینده همین جوانای ما هستن. الان وقتشه که ببینیم این جوانای ما حرفشون چیه، چه جوری میخوان مملکتشون پیش بره، چی فکر میکنن، چرا، چه چیزی رو از کاری که ما به قول معروف پیرمردهای 90 ساله مثل خود بنده داریم قبول ندارن، چه چیزی رو از حرفای ما رو قبول نمی کنن، چه چیزی به نظرشون یه مقداری ثقیل میاد. بتونیم از انرژی اونا با تجربیات ما بتونیم یک مجموعه رو درست کنیم که یک جامعه خوشگل رو بسازیم. در اثر این اتفاقاتی که همین چند روز گذشته افتاد بعد از انتخابات، من به یه چیزی فقط واقف شدم و اینو میخوام به جوانهامون بگم. جوانای عزیز من، هموطنان من، فرزندان من، ما در ایران فقط رنگ سبز نداریم، در ایران فقط رنگ قرمز نداریم، ما در ایران همیشه رنگ سبز و قرمز و سفید داریم و این اتحاد این سه رنگه که باعث پیشرفت ما میشه. فراموش نکنیم ما یک رنگ نداریم، ما سه رنگ داریم و این سه رنگ این اتحاد ماست، این عشق ماست، این وطن ماست. آرزوی بهترین ها رو براتون میکنم. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم که اون خدایی نیست جز خدای عشق و خدای ایران. زنده باد ایران. باز هوای وطنم، 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 آرزوست تکی بکن آن زدنم، زدنم، آرزوست تکی بکن I'm
هجرت گل را چه کنم ای صبا، هجرت گل را چه کنم ای صبا، برگ گلیزان چمنم آرزوز، برگ گلیزان چمنم آرزوز، باز هوای وطنم آرزوز، باز هوای شد دیل شد